حضور نظامی ایران در سوریه و هزینه‌های جانی و مالی آن در راستای منافع ملی یا برخلاف آن. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. تصویر چهره مصمم و آرام محسن حجاجی، بسیجی 26 ساله ای که هفته گذشته در مرز عراق و سوریه به اسارت نیروهای داعش درآمد، در همه رسانه‌های ایرانی منتشر شد و در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس گسترده‌ای داشت. بریده شدن سر او به دست نیروهای داعش تأسف عمیق عمومی را به دنبال داشت، اما نظرات در مورد دلیل حضور او و هزاران نفر دیگر از نیروهای نظامی و بسیجی ایرانی در نقاط مختلف سوریه متفاوت است. گروهی حضور نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه را در راستای تأمین منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنند و گروهی دیگر آن را به زیان ایران و منطقه می‌دانند. در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با مجید محمدی، جامعه شناس و روزنامه‌نگار که از نیویورک با ماست، و پوریا سرکی، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی از تهران با ما خواهند بود. بسیار خوش آمد میگویم به هر دو مهمان برنامه. آقای محمدی، مختصرا اگر شما بفرمایید که از دید شما حضور ایران و نیروهای ایرانی و همینطور هزینه مالی و به خصوص جانی که در برداره، تحلیل شما چه هست؟ فکر میکنید این به نفع ایران هست یا نه ضرورتا؟ حضور ایران در سوریه به نظر من علیه منافع ملی و امنیت ملی ایران هست. ببینید، در طول چند سال گذشته، شاید حدود 6 سال از آغاز شورش ها و بعد هم جنگ داخلی در سوریه، ایران سالانه آنچه که گفته میشه در رسانه ها میان 6 تا 10 میلیارد دلار در سوریه داره هزینه میکنه، از نفت مجانی تا تأمین هزینه حزب الله تا گروه‌های فاطمیون، زینبیون، قدس سپاه. مجموعه اینها تخمین زده میشه بین 6 تا 10 میلیارد دلار. واقعاً ببینیم که، و در مورد کشته‌ها و زخمی‌ها هم آخرین رقمی رو که داده شده بود چیزی در حدود 2100 نفر بود. البته دقیق نبود که اینها همه ایرانی هستن یا غیر ایرانی‌ها را هم شامل میشه. چه نتیجه ای ما از این مداخله به دست آوردیم؟ این هزینه حدود 6 تا 10 میلیارد دلار و هزینه انسانی. اگر شما به توجیهاتی که جمهوری اسلامی عرضه میکنه نگاه بکنید، تنها دفاع از حرم هست، در حالی که حلب یا دیگر نقاط سوریه هیچ ربطی به ماجرای حرمهای مقدس شیعه نداره. و توجیه دیگر هم هممرزی نیروهای جمهوری اسلامی یا همپیمانانش با اسرائیل هست. هزینه هایی که بر ایران در تحمیل شده در این ماجرا، یکی از بزرگترین هزینه هاش تحریم هایی است که اخیراً توسط کنگره در امریکا تصویب شد، و توجیه اصلی این تحریم ها بی‌ثباتی، نقش ایران در بی‌ثباتی در منطقه هست. من فکر میکنم توجیه اصلی جمهوری اسلامی در حضور در سوریه، در یمن، در عراق، بر ساختن نوعی امپریالیسم شیعی هست که یک بازوش بازوی نظامی و سپاه قدس هست و دیگر هم پیمانان جمهوری اسلامی، و بازوی دیگرش هم تبلیغات مذهبی هست، جامعه المصطفی هست، و تلاش برای ترویج نوعی هلال شیعی یا امپریالیسم شیعی بر اساس نوعی فرقه گرایی. شما اگر به زندگی شهروندان ایرانی نگاه بکنید، نه در طول 6 سال گذشته این مداخله فایده‌ای برای اینها داشته، نه چشم‌اندازی در آینده وجود داره. ایرانیان از مداخله ایران در سوریه، در یمن، در عراق هیچ گونه بهره‌ای در آینده هم نخواهند داشت. آقای یاسرک، شهادت شهید حجاجی صرفا یک نشانه بود که بسیاری از ادعاهای نادرستی که در ارتباط با حضور ایران در مبارزه علیه داعش و گروه های افراطی تروریست در منطقه مطرح می شد رو باطل کرد. یه نمونه این که می گفتن ایران اصلا با داعش نمی جنگه،
یعنی شما به نظرات بسیاری از کارشناسان در خود بی بی سی حضور داشتن تا حالا با گرایشات مختلف، به نظرات همین دوستانی مثل آقای محمدی اگر توجه بفرمایید، اینا تا دیروز که میگفتن ایران اصلا با داعش نمیجنگه، حالا چطور وقتی که فیلم منتشر میشه، محل عملیات مشخصه، شهادت مظلومانه ایشون به تصویر کشیده شده، الان یه دفعه فکر هزینه های ایران افتادن. پس بحث اول اینه که ایران واقعا داره با داعش میجنگه و تمام این چند سال این تبلیغاتی که میشد که ایران با داعش نمیجنگه نادرست بود. مسئله دیگه این استش که این بحث اساسی در امنیت ملی ما که اگر ما با داعش در سر جای خودش نجنگیم باید بیایم در کرمانشاه و همدان و تهران و اصفهان باش مقابله کنیم ثابت شد که درسته، چون اصلا محل شهادت ایشون سوریه هم نبوده که آقای محمدی این فکتایی که مطرح کردن از سوریه بود، اصلا محل شهادت ایشون که سوریه نبوده، عراق بوده. یعنی ایران در هر جایی با این فتنه و با این سرطانی که درست کردن به اسم داعش میجنگه. نکته بعدی، چرا ما باید با داعش بجنگیم؟ علت حضور ما در عراق، سوریه یا هر جای دیگه که داعش به عنوان یک خطر وجود داشته باشه چیه؟ این خیلی واضحه. همین هفته گذشته آقای کیسینجر مقاله مفصل نوشت بعد از دیدار با ترامپ، ایشون رو تشویق کرده به نگه داشتن داعش برای مهار ایران. پس مشخصه هستن به همون سبکی که اینا القاعده رو درست کردن، به همون سبکی که یک زمانی قبل از القاعده از صدام حمایت میکردن علیه ما، به همون سبک هم داعش رو درست کردن برای بی‌ثباتی و ناامنی منطقه. شما چطور میگید 6 تا 10 میلیارد دلار ایران در سوریه هزینه میکنه در حالی که کل بودجه دفاعی کشور ما اینقدره و این بودجه دفاعی فقط معادل قیمت یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه داره، چیزی در حدود 1/100، تاکید میکنم 1/100 بودجه برنامه ساخت و توسعه F-35 های آمریکاست. یعنی با یک همچین هزینه دفاعی محدود، با تکیه به دوان داخلی و با تکیه به بیداری مردم در منطقه و حمایت از مردم هستش که ما داریم در منطقه تلاش میکنیم این سرطان تروریست رو از بین ببریم. سپاه قدس در واقع بزرگترین نیروی ضد تروریستی دنیاست. هیچ نیرویی در دنیا بند سپاه قدس با تروریست ها درگیر نبوده و در مقابل با تروریست ها مجاهدت نکرده. به هر حال اینا مسئله که وجود داره، بی‌ثباتی و ناامنی منطقه رو می‌فرمایند. اینجا ماهیگیر ما صبح پا میشه بره دریا ماهی بگیره، با یه ناو آمریکایی مواجه میشه. کی منطقه رو داره بی‌ثبات می‌کنه؟ نقشه ایران رو که پایگاه نظامی آمریکا محاصرهش کردن نگاه کنید، کی داره کی رو تهدید میکنه؟ اینا مسائلی است که نمیشه وارونه جلوه داد و از طرف مردم گفت مردم ما از تامین امنیت خودشون راضی نیستن. بسیار ممنونم. حالا چون در ادامه نکات مختلفی مطرح شد، از این نظر که بتونیم در طول برنامه توضیح بشه مجموعه اینها، آقای محمدی ببینید، ابتدایشون یک نسبت دروغ به من دادن، گفتن که کسانی مثل آقای محمدی گفتن که ایران با داعش نمی جنگه. من هیچ وقت چنین چیزی رو نگفتم، نه در صحبت هام و نه در نوشته هام. اینها برساخته دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست. از ابتدا من در حدود شاید 6 سالی هست علیه مداخله نظامی ایران در سوریه مطلب نوشتم، عمدتا تأکیداتم بر مسئله منافع ملی بوده و دفاع از یک رژیم قصاب که تا کنون چیزی در حدود 500,000 نفر از مردم سوریه رو به کشتن داده و میلیون ها نفر، شاید در حدود 6 میلیون نفر از مردم سوریه امروز آواره هستند در نقاط مختلف دنیا. اعتراضات من عمدتا مبتنی بوده بر مسائل انسانی و مسئله منافع ملی و امنیت ملی در ایران. نکته دوم که ایشون فرمودن در مورد اینکه داعش رو دیگران درست کردن، یک خلطی اینجا وجود داره، در واقع یک نوع فریب افکار عمومی وجود داره. داعش محصول سرکوب مردم سوریه هست. در گفتار رسمی جمهوری اسلامی معمولاً یکی دو سال اول بعد از اعتراضات در سوریه در نادیده گرفته میشه. در سال 2011 داعشی وجود نداشت در سوریه. داعش محصول سرکوب شدید و قصابی مردم سوریه توسط رژیم اسد هست، با همکاری جمهوری اسلامی و با همکاری حزب الله لبنان. نکته سومی که ایشون فرمودن در مورد سپاه قدس که یک سپاه ضد تروریستی هست، معمولاً خب کسانی که دیدگاه فرق گرایانه شیعه دارند
تروریسم اسلامگرای سنی رو میبینن اما تروریسم اسلامگرای شیعی رو نمیبینن. من هر دو رو میبینم. سپاه قدس یک جریان در واقع یک بازوی نظامی هست برای جمهوری اسلامی که یک نظام تروریستی هست و سپاه قدس در انواع عملیات تروریستی در نقاط مختلف دنیا حضور داشته. همپیمانش حزب الله در عملیات مختلف تروریستی حضور داشته. برخی از شهروندان ایرانی در اروپا توسط نیروهای حزب الله ترور شدن. اینها در واقع نادیده گرفتن تاریخ هست. کسانی که جوان هستند متاسفانه تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی رو نمیبینن. تاریخ فکر میکنن از سال 2013 شروع شده. نه، تاریخ جمهوری اسلامی از سال 1357 شروع شده. و نکته دیگری هم که ایشون در مورد ناوهای امریکایی شمردن، ناوهای امریکایی در خلیج فارس در آبهای آزاد حضور دارند. این سیاست جمهوری اسلامی هست و ایشون هم در واقع بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست و داره اینها رو تکرار میکنه که ناوهای امریکایی نباید در منطقه خلیج فارس باشن. خلیج فارس 12 مایلش مربوط میشه به آبهای مرزی جمهوری اسلامی. در بقیه آبهای خلیج فارس یا در دیگر دریاهایی که در دنیا وجود داره، اینها آبهای بین المللی هست و نیروهای بین المللی میتونن حضور داشته باشن. همونطور که ناوهای ایران میرن در دریای احمر، در دریای مدیترانه، معمولا یک طرف داستان رو متاسفانه این گونه افراد نگاه میکنن. من فکر میکنم مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت نیروهای چپ، نیروهای اسلامگرا و برخی از نیروهای ملیگرا از این جریان یا سکوت اونها نوعی رسوایی اخلاقی و رسوایی سیاسی هست. چرا که اینها در طول 60-70 سال گذشته مداخله نظامی امریکا رو در نقاط مختلف دنیا محکوم کردند، اما امروز هنگامی که نوبت خودشون شده دارن یا از مداخله جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، یمن، در دیگر نقاط دنیا دارن حمایت میکنن یا متاسفانه سکوت میکنن. ممنونم آقای استرک. در مورد پیدایش داعش فرمودند، خیلی نکته جالبی اشاره کردید آقای محمد. به سال 2013 هم اشاره کردید. علت پیدایش داعش چی بود؟ از کجا شروع شد داستان؟ کی عراق رو به این ویرانه تبدیل کرد؟ و آیا مگر هسته اولیه داعش چیزی غیر از القاعده عراق بوده که با پیوستن به نیروی بسی باقی مانده ارتش صدام اینا آمدن هسته داعش ایجاد کردن؟ پیدایش داعش چه ربطی به سوریه داره؟ در مورد اینکه ایران در سوریه چه نقشی داره و از قصاب داره حمایت میکنه، به قول شما چقدر میخواید این دو قطبی اسد جنایتکار است رو بگید و فکر کنید که همه مردم باید موضعشون این باشه که آیا موافقن اسد جنایتکار است یا مخالف؟ این دو قطبی اصلا دو قطبی درست نیست، چون اصولا ایران سیاستی برای حمایت از اسد نداشته. اساسا اسد اولویت 11 ایران هم نیست. در ابتدای درگیری سوریه آقای خامنه‌ای نامه میدن سردار سلیمانی میبره برای اسد، به رعایت و مراعات و آرامش دعوت میکنه ایشون و یه مقدار راهنمایی میکنه. سال 2013 طرحی تهیه میشه بعد از روی کار آمدن دولت آقای ایرانی توسط آقای ظریف و آقای سلیمانی. حالا بهش میگیم طرح ظریف سلیمانی. این طرح به ترکیه تسلیم میشه برای شروع یک روندی که از آتش بس آغاز بشه و به تغییر مسالمت‌آمیز قدرت ختم بشه و در نتیجه انتخاب یه دولتی که کاملا مردم سالانه باشه، تغییر قانون اساسی اتفاق بیفته، این اختیارات تامز رئیس جمهور گرفته بشه. سیاست ایران در سال 2013 بوده. 2013 میشه چند سال پیش. ببینید چقدر کشت و کشتار شده از اون سال بعد. آقای عبدالله گل که در اون زمان رئیس جمهوری ترکیه بود بعد مصاحبه کرد و گفت ما اون موقع طرح قبول نکردیم چون فکر میکردیم اسد تا چند ماه دیگه سقوط میکنه. اشتباه اینه که ما بیایم برای این دو قطب فرض کنیم که فکر کنیم الان اسد خیلی اهمیت داره توی قضیه. ایران به تجربه ثابت شده وقتی جمهوری اسلامی در خود ایران مدعی اعتراف کرده، میگه اصرار داره از روز اول بدون انتخابات و بدون رأی مردم نمیتونه کشور رو در واقع مدیریت بکنه و نمیتونه جامعه رو مدیریت بکنه، چطور ممکنه این ذهنیت درش وجود داشته باشه که میتونه با حمایت از یه دیکتاتور و حفظ یه دیکتاتور در مثلا 2000 کیلومتر اونورتر صلح و ثبات برای مردم ایجاد بکنه؟ این مسائل واقعا باید نگاه کرد. شما میفرمایید که پیدایش داعش از سال تقصیر سوریه بود. این پیدایش داعش دید مشخص این نیروها کی هستن، مشخص افسرهایی که مشارکت داشتن، مشخص نفوذیای همون افسرهایی که هنوز مونده بودن
سال 2014 در ارتش عراق چه برای سر موسی و چه برای سر ایزدی آوردن. شما اصلا بحث انسانی رو ببینید. ببینید خدمتی که مردم ایران، ملت ایران امروز دارن انجام میدن همانقدر در تاریخ روسفید و ارزشمند خواهد بود که نسلی که جنگ جلوی صدام رو انجام دادن. یعنی ما همچین نقشی الان داریم داریم انجام میدیم. خیلی ممنونم. چون هلوهوش 10 دقیقه دیگه از زمانمون باقی مونده، اگه پاسخ‌ها رو هر دوی دوستان کوتاه‌تر بگیرن خیلی ممنون خواهم شد. جناب محمد، ببینید صحبت‌های این دوست عزیزمون عمدتاً گلالود کردن آب هست. مسئله رو در واقع میرن سراغ نکات بسیار فرعی، مسئله سوریه، مسئله دیپلماسی، و نکته اصلی رو در واقع نمی‌بینن. مسئله انتخابات که ایشون میگه در سوریه، اگر انتخابات مد نظر رهبران جمهوری اسلامی از نوع انتخاباتی که در ایران هست انجام میگیره، خب مشخص هست که معنیش چی هست. معنیش این هست که آقای اسد در بر سر کار باقی میمونه و با 99% یا 90% یا 85% در انتخابات پیروز میشه، کاری که همیشه در رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه انجام می‌شده. در جمهوری اسلامی حالا رضایت دادن به 65%، اینا بیعت هست، انتخابات نیست، و در واقع مسخره کردن مفهوم دموکراسی و مردم سالاری هست. در باب دیپلماسی هم این روال همه کشورهای مداخله جو بوده در دنیا، که در عین اینکه نیروهاشون اونجا دارن می‌جنگن، در حالی که کمک می‌کنن به رژیم اسد که مردم سوریه رو با بشکه های باروت مورد حمله قرار بده و شهرهای سوریه رو یکی پس از دیگری صاف بکنه یا تخریب بکنه، از دیپلماسی هم سخن میگن. این نکته ایست که در شاید در سالهای اول تأسیس جمهوری اسلامی اینها متوجه نبودن، اما یاد گرفتن که در عین اینکه دارن کسی دیگری رو از بین میبرند یا سلاخی میکنند، از گفتگو هم صحبت میکنند. این نکته تازه‌ای نیست، اینا در دنیا شاید 150 سال سابقه داره. مسئله اصلی این هست که واقعا مردم ایران از مداخله جمهوری اسلامی در سوریه چه چیزی آیدشون میشه. مسئله داعش رو گفتن. داعش حتی به مرز 40 کیلومتری جمهوری اسلامی که به عنوان خط قرمز اعلام شده به این مرز نزدیک نشده. داعش هیچ گونه خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی نبوده. این که در عراق و سوریه چه میگذره، این مسئولیتش با مردم ایران نیست. مردم ایران باید رفاهشون، باید امنیتشون تأمین بشه. اتفاقا مداخله جمهوری اسلامی در سوریه ناقض امنیت مردم ایران هست. چرا باید داعش در بارگاه امام خمینی یا در مجلس بیاد و عملیات نظامی انجام بده؟ چه ربطی واقعا مردم ایران؟ خیلی متشکرم جناب محمد. اگر اجازه بفرمایید آقای استرکی، ببینیم پرسشایی که مطرح کردید. مطمئنم که الان بیننده‌هایی که دارن برنامه رو می‌بینن متوجه میشن. آقای محمدی، از یک طرف انتخاب، تعقل، حرکت جمعی و رأی مردم رو کاملا بی‌اعتبار می‌دونن و نمایشی می‌دونن، و انتخاباتی که بالای 70% در شرکت کردن، 71% در شرکت کردن، 41 میلیون نفر رأی دادن، رئیس جمهوری با 40 میلیون رأی انتخاب کردن، این انتخابات رو آقای محمدی در واقع زیر سوال میبرن از یه طرف، بعد از طرفی برای همین مردمی که ایشون فکر میکنه نیاز به قیم خارجی دارن دلسوزی میکنه که اینا چه نفعی میبرن. نفعشون همینه که در کشور ثبات امنیت وجود داره. نفعشون همینه که ایران الان سوریه و عراق نیست. نفعشون همینه که در آینده قابل پیش بینی هم قابلیت تبدیل کردن ایران به سوریه و عراق نیست. کما اینکه برنامه‌ها بوده، برنامه دوره آقای بوش بوده، آقای محمدی شما هم خیلی خوب میدونید، برنامه در قبل از توافق هسته‌ای بوده، بارها طرح هم به روی میز بوده، بارها گفته شده علنی. اینا چیزایی نیست که بشه کتمان کرد که برنامه حمله به ایران بوده. اگر ایران ریشه داعش رو در سوریه و عراق یا هر جای دیگری که حضور داشته باشه نخوشونه، ما باید با داعش ها مواجه باشیم. کما اینکه الان بعض افغانستان رو، چرا کسی به فکر مردم افغانستان نیست؟ چه کار کردن با افغانستان اینها؟ شما نگاه کنید، سر مردم میبرن به جرمی که از یه قومیت دیگه ان، به جرمی که از یه مذهب دیگه ان. به همین سادگی کی پاسخگوی وضعیتیه که در عراق و افغانستان با حمله آمریکا به وجود اومد؟ حمله کسانی که آقای محمدی شما براشون نامه می‌نویسید، همین نسخه رو برای ایران میپیچی. این وضعیتیه که واقعا جاریه و مردم هم اینو میفهمن. اگه نمیفهمیدن که
در انتخابات خودشون پیدا نمی‌کردن. اگر نمی‌فهمیدن این جامعه زنده و پویا رو ما نمی‌داشتیم. جناب محمد، ببینید، من متوجه هستم که بی بی سی چرا کسانی رو که بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستن به برنامه‌های خودش دعوت می‌کنه، می‌خوان صدای دو طرف شنیده بشه. ببینید، ایشون میگه که من صحبت از قیم خارجی کردم. در هیچ کدام از نوشته‌های من این نیست که من دفاع کرده باشم از اینکه ایران باید قیم خارجی داشته باشه. اینها حرف‌هایی است که فقط از یک بوق تبلیغاتی در میاد. ایشون اشاره میکنن به اینکه نامه‌ای که ما به آقای ترامپ نوشتیم در برای تحریم سپاه و تحریم بیت آقای خامنه‌ای، این دفاع از افغانستانی شدن شرایط ایران هست. تحریم یه موضوعی است کاملا متفاوت با جنگ. اتفاقا تحریم اگر هوشمندانه باشه از جنگ جلوگیری میکنه. ببینید، اینها روش کسانی که در واقع به جای تحلیل از تبلیغات استفاده میکنن، برچسب زنی، دروغگویی، فریب افکار عمومی است. مسئله سوریه، مسئله داعش، مسئله امنیت برای جمهوری اسلامی، به نظر من در ایران امنیت قبرستانی وجود داره. این امنیت، امنیت فعال، امنیت پویا، امنیتی همراه با رعایت حقوق مدنی مردم، امنیتی همراه با توسعه، توسعه اقتصادی نیست. این امنیتی است که در واقع یک گروهی که از ابتدا در جمهوری اسلامی قدرت تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه دارن و مردم رو با سرکوب ساکت نگه داشتن، این امنیت از جنس همین امنیت هست. متاسفانه کسانی که از منافع و امتیازات چنین نظامی برخوردار هستند، خب میان و به صورت بوق تبلیغاتی از این مجموعه دفاع میکنن. آقای محمدی، اگر حدود یک دقیقه جنبندی هم بفرمایید که من بعد برم سراغ آقای استراکی، ممنون میشم. ببینید، خلاصه سخن من این هست که دخالت جمهوری اسلامی امروز در عراق، سوریه، یمن، اینا رو من یک پدیده می‌بینم. علیه منافع و امنیت ملی ایران هست. سکوت اصلاح طلبان، چپ‌ها و برخی از ملی‌گرایان رسوایی اخلاقی و سیاسی هست در برابر این ماجرا. ایران، سخن آخرم این که ایران همپیمانی بهتر از اسرائیل در منطقه خاورمیانه نداره و قرار گرفتن در کنار رژیم‌های قصابی مثل سوریه، این هیچ کمکی به امنیت و تأمین منافع ملی در ایران نمی‌کنه. امروز ایران در برابر عربستان و ترکیه به عنوان رقبای منطقه‌ای قرار داره. همپیمانی با اسرائیل به نفع منافع ایران هست. سپاسگزارم آقای استرک. عرض کنم که در مورد مدافعین حرم، مسائلی که مطرح میشه، ما دانش آموز بودیم دبستان زمان جنگ. اول دبستان بودم. برای بسیجی ها باید نامه مینوشتیم. بعضی اوقات نامه‌ای که ما مینوشتیم، نامه اول رو جواب میداد و نامه دوم رو جواب نمیداد. این تجربه‌ایه که من از جنگ داشتم و از بسیجی ها داشتم و از ارتشی ها داشتم و از سپاهی ها داشتم در دوران جنگ عراق. همون موقع کسی مینشست توی لس آنجلس ویدئوی مبتذل تولید میکرد که بسیجی ها رو مسخره کنه، که جنگ رو مسخره کنه با پول صدام. بعدا مشخص شد، گفتن 10 سال بعد من فهمیدم، گفته شد، شنیده شد. الان هم کسانی که دارن پاکترین بچه های ایران رو که در سپاه قدس، در مدافعین حرم دارن از منافع ایران دفاع میکنن، اجازه دادن ناقوس کلیساها بعد از 5 سال در حلب به صدا در بیاد، اجازه دادن دختران ایزدی به خانواده هاشون برگردن، الان هم همون موجای تخریبی رو مشاهده هستیم علیه پاکترین بچه ها، همون بچه هایی که گاهی باقی نمیدن نامه دومی دانش آموز جواب بدن. الان هم ما شاهد همچین وضعیتی هستیم و این ملت به خاطر تلاشی که کرده، به خاطر همچین بچه های رو سفید تاریخ خواهد آمد و خواهد قضاوت خواهد کرد ما چه نقشی داشتیم در منطقه. آقای محمدی، حدود 50 ثانیه لطفا. ببینید، نکته ای که امریکایی‌ها یاد گرفتن از جنگ ویتنام و کره، این که به جای تمرکز بر جنگجویان، به رهبران سیاسی و کسانی که تصمیم در مورد جنگ میگیرن رو باید اونجا تمرکز کنن. موضوع مسئله بسیجیان یا جوان 26 ساله‌ای که میره به جنگ نیست. موضوع تصمیمات نادرستی است که مقامات جمهوری اسلامی میگیرن و جوانان ایرانی رو به کشتن میدن، در حالی که هیچ نیازی نیست. دوره جنگ رو با امروز نباید مقایسه کرد. من خودم در دوره جنگ 3 بار به جبهه رفتم در چارچوب بسیجی، به عنوان اینکه در اون موقع دفاع از مرزهای ایران بوده. مسئله امروز
دفاع از مرزهای ایران نیست، مسئله جاه طلبی و گسترش طلبی جمهوری اسلامی در منطقه است و بر ساختن نوعی امپریالیسم شیعی است. آقای اسرکی 30 ثانیه در چند جمله لطفا. من مطمئنم که مردم بهترین قاضی این گفتگو هستند و نقش ایران، نقش ماندگار ایران به ذهن تاریخ خواهد ماند. امیدوارم که صلح و ثبات و امنیت برای تمام مردم خاورمیانه برقرار بشه. بسیار بسیار متشکرم جناب اسرکی از تهران، همینطور آقای محمدی از نیویورک. سپاسگزارم از هر دوی دوستان و یادآوری بکنم که به هر حال بی بی سی به عنوان یک رسانه مانند هر رسانه دیگری تلاش میکنه که همه افکار یا نظراتی که هست رو بتونه منعکس بکنه و ما از همه دوستانی هم که دعوت ما رو میپذیرند و در این برنامه شرکت میکنند بسیار سپاسگزاریم. این بود صفحه دوی امروز ما سه‌شنبه. برنامه برای یک هفتوری وبسایت بی بی سی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. همینطور برنامه ما رو روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً میتونید ببینید. لینک برنامه در توییتر صفحه 2 منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. همینطور روی فیسبوک ما هم میتونید این لینک رو ببینید، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روز شما خوش. We'll be right back.